سلام به همه بنیان دانشیای عزیز. میگم بنیان دانشی چون مطمئنم بعد از این کلاس ها همتون میایین به گروه ما ملحق میشین. من آیدین پالیزبان هستم، مدرس درس زبان انگلیسی. با توجه به شرایطی که فعلا جامعه ما داره فکر نمی‌کنم نیاز باشه که من خودم رو خیلی معرفی بکنم یا یه بایوگرافی از خودم به شما بدم. شما یک سرچ کوتاه بکنین و کوچیک در حالا توی گوگل داشته باشید، بزنید آیدین پالیزبان، همه چی میاد و همه چی معرف حضورتون میشه. قضیه چیه؟ اینه که خب ما سر کلاسامون یه سری قوانین داریم. من آیدین پالیزبان تا جایی که بتونم اجازه نمیدم دانش آموزم تستاشو ترجمه کنه. تحت هیچ شرایطی ترجمه نداریم تا جایی که بشه. تستامون رو باید زیر 10 ثانیه بزنیم. قانون کنکور ماه. وقتی تستا میره تو فاز زیر 10 ثانیه ای خب شماها رو یه ذره میترسونه. نمیدونم زباناتون در چه حده. به من بگید ببینم شمایی که الان اینجا این زباناتون کلا در چه حده؟ خوب، بد، متوسط، تو در و دیوار؟ ببینم چی میزنید. متوسط 20%. وقتی اینو میگین یعنی مثلا یه ذره حالا من باید بیارمش پایین تر. خب پس من اگه الان بهتون بگم شماها زیر 10 ثانیه، بعضی وقتا زیر 5 ثانیه تست میزنی، احتمالاً یه ذره تعجب میکنی. میگی پالیزبان من نمیتونم زیر 5 تا 10 ثانیه تست بزنم. میگم من کاری میکنم که شما زیر 10 ثانیه تست بزنید. بهتون قول میدم. حالا قضیه چیه؟ داستان چیه؟ مبحثی که میخوام باهاتون کار کنم، میدونید که ما با شما 2 هفته کلاس داریم. تو این 2 هفته هم بیشترین حجم مطالب رو به شما منتقل میکنیم. مبحثی که میخوام باهاتون کار کنم امروز، اتفاقا از قصد مبحث آشنایی رو انتخاب کردم. چرا؟ به خاطر اینکه فرقش رو بدونی، اون چیزی که تو ذهنته با اون چیزی که من امروز بهت یاد میدم. بریم ببینیم قضیه چیه. اول از همه من یه چیز رو میخوام بپرسم. آها، یه چیز دیگه، من این که آیدین پالیزبانم بسیار 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 هم من پر انرژیم، هم دانش آموز پر انرژی میخوام. فکر نکنید که کلاس های ما چون رفته توی فاز آنلاین، خودمونم رفتیم تو فاز آنلاین. کلا ما کلاسامون چه حضوری باشه چه آنلاین باشه انرژیش کم نمیشه. به خاطر همین من یه چشم به تخت است، یه چشم به این صفحه است. تمامتون باید کامل 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 با ما مشارکت داشته باشین. یعنی اینجا من گفتم جوابو بگو، همه تون 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 کارو پیش میبرین. خب بریم شروع کنیم. بریم. فقط حاج قاسم جواب داده، بقیه آها واری کلا. اینجوری میخوام مشارکت داشته باشین، شلوول سر کلاس من نباشین. بریم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. آقا اولین چیزی که من میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که ادجکتیو چیه. بچه ها ادجکتیو در زبان انگلیسی تعریفش همون صفته. اگه یکی بهت بگه که خانم آقا صفت چیه، تو میگی خانم صفت کلمه ایه که میاد یک اسم رو توصیف میکنه. مثل چی؟ میگم اون دختر خوبیه. اگر بگم صفتش چیه، بچه ها صفت یعنی ویژگی. اگر بگم اون دختر خوبیه، ویژگیش چیه؟ خوب بودن. اگر بهتون برگردم بگم خونه قدیمیه، ویژگی اون خونه چیه؟ قدیمی بودن. بچه شیطونیه، ویژگیش چیه؟ شیطون بودن. پس نگاه کن، اگر من بهت بگم تعریف صفت چیه، به من میگی پالیزبان صفت کلمه ایه که اسم رو توصیف میکنه. حالا توی کنکور دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که کجا توی گزینه ها صفت بیارم که من الان بهت یاد میدم، و اینکه کجا توی گزینه ها قید بیارم، ادورب بیارم. خانم پالیزبان تعریف قید چیه؟ به تو چه؟ تعریف قید اصلا برای شما مهم نیست. واقعا ندونم قید تعریفش چیه. ندون. تعریف صفت هم خیلی مهم نیست. خب ما شکلشو کار داریم. حالا علمت میگم داستان چیه. نگاه کن. من میگم صفت کلمه ایه که اسم رو توصیف میکنه. قید چیه؟ خانم پالیزبان گفته به من چه؟ به تو چه واقعا؟ فقط یاد بگیر قیافه قید چه شکلیه. آقا قیافه قید کلمه ایه که به علاوه، یعنی صفت به علاوه الوای بشه قید میسازه. مثل چی؟ اسلو میشه اسلولی. نه زهرا ننویس، جزوه همه چی هست، خیالتون راحت. همه حواستون به من باشه ببینیم امروز درس رو میفهمین یا نمیفهمین. خب بپرسم ببینم، من میگم اگر اسلو بشه تو دلت جواب بده. قیدش کن اسلولی. کرفول قیدش کن کرفولی. کرلس قیدش کن کرلسلی. نروس قیدش کن نروسلی. بد قیدش کن بدلی. گود قیدش کن. خیلی زایست اگه گفته باشی گودلیا. آها یه استثنا دارم. استثنام چیه؟ میگم عزیز من گود صفته.
اگر بخواد تبدیل به قید بشه گودلی نمیشه، خیلی زایست بگم گودلی، به جاش میام میگم ول. تموم شد. حالا فست و هارد و اینا هم هست که من الان کاری باش ندارم، شما هیچ کاری با اون نداشته باشی. اینجا رو نگاه کنید. پس صفت اسم رو توصیف میکنه، قید چی کار میکنه، چه میدونم قید چجوری ساخته میشه، از صفت به علاوه الوای ساخته میشه. حالا یه چیز دیگه، همه الوای میگیرن به غیر از گود. گود الوای نمیگیره، میشه ول. این از این میره کنار. قدم دوم، توی کتاب اومده میگه که آقا صفت خب دو جا میاد، قید 9 جا میاد. به نظر شما ما دیوانه ایم بیایم 9 جایی که صفت میاد و 9 جایی که قید میاد و حفظ کنیم؟ نه، من میگم بیا یه کاری کن، من پالیزبان چی بهت یاد میدم؟ من پالیزبان بهت یاد میدم دو جا صفت میاد، هر جای این دو جایی که من میگم بود شما صفت رو بزن، اگر نبود شما بیا برو قید رو بزن. به همین راحتی خانم پالیزبان جواب میده. بله که جواب میده. الان ما هم تستاش هم میزنیم میبینیم پچی شد. آقا من میخوام یه کاری کنم، از نظر ما دو جا صفت میاد، چندین جا قید میاد. من دیوانه نیستم برم جای قید رو حفظ کنم. پس چیکار کنم؟ میام دو تا جای صفت رو یاد میگیرم. اگر این دو تا جایی که من میگم بود صفت رو میزنی، نبود قید رو میزنی. فهمیدی چی شد؟ پس اگر الان ازت بپرسن دست رو ماشه میخوام برام تایپ کنی، اگر الان ازت بپرسن صفت چند جا میاد، میگی چند جا میاد؟ بارکلا، آفرین، صفت دو جا میاد، دقیقا. حالا قید چند جا میاد؟ بیه تو چی کار داری قید چند جا میاد؟ تو دو جای صفت رو یاد بگی، شد، نشد، قیدش کن. بریم ببینیم یعنی چی؟ اینجا رو نگاه کن. آقا از نظر من صفت دو جا میاد. یک، نمیدونم، با توجه به چیزی که میدونم، همتون از اقصا نقاط ایران تو این کلاس ها دارین شکایت میکنین، امیدوارم از بچه های شمال کشورم داشته باشین. توی گیلان و مازندران خب وقتی مثلا من میگم اون دختر خوبیه، اونا برعکسش میکنن، میگن اون خوب دختریه، یعنی جای صفت و اسم رو عوض میکنن. من میگم دختر خوب، اونا میگن خوب دختر. من میگم خانه قدیمی، در زبان شمال برعکسش میکنن، میگن قدیمی خونه. مثل پسر خاله، ما میگیم پسر خاله، اونا چی میگن؟ خاله پسر. میبینی جای صفت و اسم رو برای ما عوض میکنن، برعکس ما. پس اینجا رو نگاه کن، من توی فارسی میگم دختر خوب، درسته؟ یعنی اول دختر اسم رو میارم، بعد خوب صفت رو میارم. ولی شمالی ها برعکسش میکنند، خوب دختر یعنی اول صفت بعد اسم. بارکلا به شمالی ها. چرا؟ به خاطر اینکه شمالی ها این انگلیسی زبانان. یعنی چی؟ یعنی اگر بگی جای صفت کجاست، میگن صفت کجاست قبل از اسم. می نویسم این شمالی ها. یعنی من میخوام چیکار کنم؟ یعنی الان من میخوام بگم دختر خوب، بعد بنویسم خوب دختر، good girl. فهمیدی چی شد؟ اینم از این. پس اولین جایی که صفت میاد، بعد از کجا؟ قبل از اسمه. خب این بچه های پشت صحنه ما هم یه ذره صداشون رو کم کنن دیگه تا اینجا نیاد، عالیه. خب ببینیم چه خبره بقیهش. حالا اینجا رو نگاه کنی، تذکر به جا بود. ببین میگم با حضوری غیر حضوری هیچ فرق نمیکنه، اینجوریه قضیه. خب حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا اصلشه. من بپرسم ببینم، یکی گفت من خیلی خوبم، بگو ببینم دومین جایی که صفت میاد کجاست. میخوام بهتون ثابت کنم این کلاس خیلی خفنه. دومین جایی که صفت میاد کجاست؟ آفرین علی، بعد از فعل ربطی. علی فعل ربطی رو چجوری یاد گرفتی؟ خب سخته، آفرین. حیف که اینجا نیستی، من اشک شوق رو تو صورتت ببینم بعد از اینکه من فعل ربطی رو بهت یاد میدم. علی گوش بده. خب برام ببینم فعل ربطی چی هم. بچه ها علی درست گفت، دومین جایی که صفت میاد بعد از افعال ربطیه. خانم پایزمون فعل ربطی چیه؟ من می نویسم linking verbs. میگم شاید اینجوری یادش گرفتی. میگم آقا بعد از linking verb صفت میاد. میگی دستت درد نکنه، بدترش کردی، من اصلا نمیدونم linking verb چیه.
میگم خب بذار فارسیشو بگم. بعد از افعال ربطی صفت میاد، میگه بازم دستت درد نکنه، چه میدونم. به قول علی سخته، چیکار کنم پس پالیزبان؟ هوش بده، سر کلاس منی، جای علکی که نیومدی، اینجا رو نگاه کن. میگم افعال ربطی رو من مینویسم، ولی تو تا 3 دقیقه دیگه حفظی. حالا میگی نه نگاه کن، اینجا نگاه کن. افعال ربطی مثل افعال توبی. توبیا چیان پالیزبان؟ توبیا شامل ام، ایز، آر، واز، ور، به اینا میگن توبی. افعال ربطی مثل کلمه تیست. بچه تیست میدونین معنیش چی میشه؟ تیست مزه کردن، مزه دادن، مزه کردن، قبوله. ترن، بیکام، گت، گرو. یو اول فاز اینا رو باید حفظ کنم. بله مونده. حالا مثلا نگاه کن، ترن، بیکام، گت، گرو، همه اینا با هم دیگه معنی شدن میدن. مثل چی؟ هوا تاریک شد. اصلا دلیل این که به اینا میگن افعال ربطی اینه که جای همدیگه میتونن بیان، معنیشون به همدیگه ربط داره. ببین میتونم بگم it turns dark یعنی هوا تاریک شد. میتونم به جای turn become بذارم it becomes dark دوباره یعنی هوا تاریک شد. میتونم بگم it gets dark یعنی دوباره هوا تاریک شد. میتونم بگم it grows dark یعنی دوباره هوا تاریک شد. همه اینا معنی شدن میده. دیگه چی پالیزبان؟ look، seem، sound، smell. اینا معنیاش چیه پالیزبان؟ بچه ها look، seem، sound، voice اینا مونده ها، اونجایی که میخوام اصلا هیجان زدت کنم مونده. میگم آقا look، seem، sound همه اینا معنیشون میشه به نظر رسیدن. خواهی پالیزبان آخه sound میشه صدا. آره sound معنی صدا هم میده، ولی وقتی هم فعله میتونه تو فعله رفتی معنی به نظر رسیدن میده. میگم she looks happy به نظر خوشحال میاد. میتونم بگم she seems happy به نظر خوشحال میاد، فرقی نمیکنه. feel احساس کردن، appear به نظر رسیدن دوباره، یا خیلیاتونم به معنی ظاهر شدن معنیش کردید. smell بو کردن، بو دادن. خب 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 علی smell، ببین میگم من این گل رو بو کردم اسمل. حالا میگم این گل بوی خوبی میده، بازم اسمل. چه بو کردن چه بو دادن. حالا بچه ها به اینا میگن افعال ربطی. بعد از اینا صفت میاد. به غیر از اینا قرار شد چی بزنیم؟ به غیر از اینا بارکالله زینب خانوم. قرار شد بعد از اینا قید به اگر نبودن اینا بودن صفت، اینا نبودن قید. میگی نه نگاه کن، اصلا معنی رو ولش کن. تاک جز ایناست؟ یا آره بگو یا نه بگو. تاک جز این فعلایی که من نوشتم؟ نه. پس به نظر تو بعد از تاک، خب فقط اگر الوای میخواست شما الوای رو تایپ کنین، اگه نمیخواست بنویسین صفت. بگو ببینم بعد از تاک نروس میخوام یا نروس لی؟ چه طول داریم؟ آها داره درست میشه. میگم تاک جز اینا نیست، پس بعدش صفت میخوام یا قید میخوام؟ چون جز اینا نیست قید میخوام. یه سوال دیگه، واک جز ایناست که من نوشتم؟ واک بگو آره یا نه. نه پس جز اینا نیست که من نوشتم، پس بعد از واک صفت میخوام یا الوای میخوام؟ برکالله آفرین. سیم جز ایناست که من نوشتم؟ آره یا نه بودو؟ چه بقیه جواب نمیدم؟ بقیه چه جواب نمیدم؟ بودو سیم جز اینایی که من نوشتم یا نه؟ بله سیم جز ایناست. پس بعد از سیم هپی میخوام یا هپیلی میخوام؟ دم شما گرم بارکالله. خانم پالیزبان دست درد نکنه، ولی من اینا رو یاد نمیگیرم. علی هم به من الان گفت این سخته دیگه، بدترم شد. بیا یه کاری کنیم. دیدی میرین سفره خونه سنتی ها؟ خب یه اسمایی دارن، مثلا سفره خانه عمو صفدر، خب با صفاهای تهران مثلا.
شب‌های نمیدونم فلان. آقا منم اینو میام یه اسم میذارم شبیه اسم سفره خونه سنتی ها. چی میذارم اسم اینا رو؟ من از این به بعد به اینا میگم تبگل صفا. میگم هاج خانم، هاج آقا، دیدی اسم این دقیقاً اینو سفره خونه سنتی است، تبگل صفا. میگم من بعد از تبگل صفا صفت میخوام، بعد از تبگل صفا صفت میخوام، به غیر از تبگل صفا باشه قید میخوام. پالیز این تبگل صفا دیگه چیه؟ اول همشون بهم چسبیده شده تبگل صفا. چه جوری؟ اینجوری. آقا تبگل صفا ته بده تو بی تست ترن. تو خونه با من تکرار کن، تو خونه با من تکرار کن. تبگل صفا ته بده to be taster. یه بار دیگه، تبگل صفا ته بده to be taster. تبگل صفا ببده بهش میشه چی؟ become. پس این تبش شد. میخوام تو تایپ کنی تبگل صفا ته بده. تایپ کن، تایپ کن، تایپ کن. تبگل صفا ته بده. میدونم یه زن آفری باریکلا، آفرین. پس تبگل صفا تست شد to be taster. ببده become. دقیقا دقیقا. آقا این تبش گلش چیه؟ گه بده get grow. get grow. این گش له بده گل. look میبینی؟ فلان تایپ نکن، فلان تایپ نکن، نگاه کن که جا نمونی. پس تبگل صفا تو خونه با من تکرار کن، مدیونی اگه تکرار نکنی. تبگل صفا ته بده to be taster. تبگل صفا ببده become. تبگل صفا گه بده get grow. تبگل صفا له بده look. تبگل صفا سه بده seem sound smell. تبگل صفا سه بده seem sound smell. دوباره تکرار میکنم. تبگل صفا سه بده seem sound smell. تبگل صفا فه بده feel. تبگل صفا الف بده appear. پس چی شد؟ پس چی شد؟ پس چی شد؟ بعد از تبگل صفا صفت میاد. ببینم تو خونه کیا میتونن تکرار کنن. یکی میگه خانم پایزبان این سهش برای من سخته. یه دقیقا نگاه کن، یاد میگیریم. نگاه کن seem به نظر رسیدن. sound خیلی به اسم صدا میشناسن. seem sound smell. seem sound smell به نظر رسیدن. sound smell هم بو کردن. feel احساس کردن. seem sound smell. بگو ببین قیافه من همش بیاد تو جلو صورته. seem sound smell چجوری گفتم؟ seem sound smell. feel fish. بریم ببینیم چی شد. بریم ببینیم چی شد. بریم ببینیم چی شد. میخوام تو خونه مام بابا هم بشنون. الان بابا داره راه میره تبگل صفا ته میده. خب برو تو خونه بگویم چی شد. برو 1 2 3 تبگل صفا ته بده to be taste. تبگل صفا ببده become. تبگل صفا گه بده get grow. تبگل صفا له بده look. تبگل صفا سه بده seem sound smell. تبگل صفا فه بده feel. تبگل صفا الف بده appear. متشکرم علی آقا، خودت عالی. بریم ببینیم چی شد. من برم تبگل صفا رو بگیرم. برم تبگل صفا. تو خونه با من تکرار کن، یادش بگیری. تبگل صفا ته بده to be taster. تبگل صفا ببده become. تبگل صفا گه بده get grow. تبگل صفا له بده look. تبگل صفا سه بده seem sound smell. تبگل صفا فه بده feel. تبگل صفا الف بده appear. حالا برید دست رو ماشه. البته یه دقیقه وایسا، یه دقیقه نگاه کنی تخته رو، یه دقیقه نگاه کنی تخته رو حفظ شین، چون میخوام بنزوار. متشکرم مری خانوم. میخوام بنزوار تایپ کنی ها. حفظ شو. تو خونه بر خودت بشکن بزن و بخون.
حفظ شدی؟ بریم. بارکالله. بریم ببینیم چه خبره. آقا دست رو ماشه، من منتظرم. میخوام سرعت تایپتون رو به رخ بکشید قشنگ. میدونم که این کاره این الان همتون. بریم. 1 2 3 تمگل صفحات ته بده. بارکالله. بارکالله. تبگل صفا to be, taste, turn. بارکالله. تبگل صفا ببده. تبگل صفا گه بده. بارکالله. تبگل صفا له بده. تبگل صفا سه بده. بارکالله. آفرین. سیم ساوند اسمت. تبگل صفا فه بده. بارکالله. تبگل صفا الف بده. تموم شد و رفت. من یاد گرفتم بعد از تبگل صفا تایپ کن ببینم بعد از تبگل صفا چی میخوام، صفت یا قید. بدو سریع تایپ کن بعد از تبگل صفا صفت یا قید. دم شما گرم. به غیر از تبگل صفا صفت میخوام یا قید. به غیر تبگل صفا. به غیر تبگل صفا. بارکلا. بارکلا. علی آقا چطوری الان؟ سخت هنوز؟ خب تازه الان مونده. به قشنگترش هم الان میکنیمش. چجوری؟ متشکرم. مرسی. خب دیدی سخت بود خدایی؟ سخت بود؟ معلمتون خوب بود. حالا بریم سراغ بعدیش. یکی نگاه کن. یه جا با هم یه مشکلی پیدا کردیم. خیلی سوسی از روش رد شدیم. نفهمیدیم قضیه چیه. چیه قضیه؟ اینجا رو نگاه کن. من از شما پرسیدم تیست یعنی چی؟ شما همتون گفتین مزه کردن. ولی تیست در اصل معنیش میشه توی افعال ربطی مزه دادن. اسمل یعنی چی؟ همه تون گفتین بو کردن. ولی توی افعال ربطی معنیش میشه بو دادن. این گله بوی خوبی میده. اوه 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 چی داره میشه؟ ولی صبر کنم خیالت راحت. حتی بهتر از این الان میفهمیش. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ نگاه کن. میگم تیست و اسمل دو تا معنی دارن. تیست معنی مزه کردن، مزه دادن و اسمل هم معنی بو کردن، بو دادن. اوه چه اتفاقی الان مگه میخواد بیفته خانم پاریزبان؟ حالا چه بو کردن باشه چه بو دادن باشه به من چه ربطی داره؟ چه داری اذیت میکنی؟ داستان اینه. میگم اگر مزه کردن باشه بعدش قید میخوام الوای. اگر مزه دادن باشه بعدش صفت میخوام. اگر بو کردن باشه بعدش قید میخوام الوای. اگر بو دادن باشه بعدش صفت میخوام. یا خدا من سر جلسه کنکور بخوام ببینم چی بو میده چی بو نمیده. اصلا دیگه هیچی دیگه یادم میره. یادم میره کدوم به کدوم بود خانم پالیزبان. میگم پس صبر کن. گوش بده. من اینم الان برات آسون میکنم. یه حالا به مرور زمان سر کلاس بیشتر با هم آشنا میشی. من کلن زبان رو دوست نداشتم. یعنی کلن زبان رو خوشم نمیومد. الان عاشق زبانم. ولی برام زبان سخت بود فهمیدنش. این چیزایی که اینجا داری میبینی زمان کنکور خودم اینا رو ازش درآوردم. بعد که رفتم توی دانشگاه وارد شدم، متشکرم. بعد که رفتم توی دانشگاه وارد شدم، خب دیدم خب مثلا این تبگل صفحه اوکی به درد من خورد. ولی مگه فعلای انگلیسی فقط همینن؟
از علی پرسیدم فعل ربطی چیه؟ گفت سخته. من نشستم تمام فعلای ربطی رو نوشتم، به یه قانونی رسیدم. خب ببین الان بهت میگم که دیگه اصلا تا آخر عمرت، یعنی قشنگ سوغاتی من تو این کلاس به شماست، تا آخر عمرت نمیخواد فعلای ربطی رو حفظ کنی. بذار من الان یه جوری بهت یاد میدم خب که هر جا دیدی اینا رو بعدشون صفت بیاری، به غیر از اینایی که من دارم میگم قید بیاری. چه جوری؟ نگاه کن ببین چی میگم. بذار من یه دونه آب معدنی از تو کیفم بیارم، صد کن، چون میخوام بهش توضیح بدم. خب حالا تبلیغ دماوند نشه صلوات. خب اینجا رو نگاه کن، بیا ببینیم قضیه چی. این آب معدن اینجا دعوا سر بو کردن، بو دادن، مزه کردن، مزه دادنه. من اینو اینجا گذاشتم، یه سوال میپرسم جواب منو بدید. بچه ها شما بوی اینو میبینید؟ بگید آره یا نه. نه، همه قبول دارین شما بوی اینو نمیبینید. من در اینو وام کنم، شما میبینید که من دارم اینو بو میکنم؟ میبینی یا نمیبینی من دارم اینو بو میکنم؟ میبینید، نگه دارید. سوال بعدی، شما مزه این رو میبینید؟ نه. شما منو میبینین که دارم اینو مزه میکنم؟ آها، شما من دارم حرف میزنم، حرف زدن رو میبینین یا نمیبینین؟ آره و نه بگید، خیالم راحت شه. میبینی؟ شما دست زدن رو میبینی یا نمیبینی؟ بودو تا اینجا بچه ها نایمدن وسط، میبینی؟ دقیقا. خب یا این که شما خندیدن رو میبینی یا نمیبینی؟ میبینی یا نمیبینی؟ میبینم. ای پس جریان چیه؟ جریان اینه عزیز من، قربونت برم، بیا بشین اینجوری اینا رو حفظ کن. چرا انقدر داری میزنی تو سر خودت؟ یه سری فعلا هست که من میبینم، میبینم. یه سری فعلا هست که من نمیبینم. اینطوری بنویسم قشنگتره. یه سری فعلا فعالیت و حرکتن، یعنی شما اون فعلا رو میبینی. یه سری فعلا هستن که حس و حالتن، یعنی شما اون فعلا رو نمیبینی. پس چی کار میکنن؟ فقط حسشون میکنی. شما الان من اینجا وایستادم به نظر عصبانی میای پالیزبان؟ شما همچین چیزی رو میبینی؟ یا اگر من عصبانی باشم حسش میکنی فقط؟ شما عصبانیت من الان داری میبینی؟ نه میبینی؟ عصبانی نیست، به این خوشحالی دارم میزنم میرقصم، ولی عصبانیم. میبینی؟ تموم شد رفت. پس ببین حسش میکنی. ولی یه سوال، میبینم یا نمیبینم؟ میبینم. میبینی؟ میبینم میبینم میبینم. حرف زدن رو میبینم، راه رفتن رو میبینی یا نمیبینی؟ میبینی من دارم راه میرم. تموم شد رفت. پس آقا چی میخوای بگی پالیزبان؟ میخوام نتیجه گیری کنم. به خدا اگه گوش بدی سه سوت اینا رو یاد میگیری تا آخر عمرت. آقا فعلایی که میبینی حرکتن، بعدشون قید بیار. الوای فعلایی که نمیبینی حس و حالتن، بعدشون صفت بیار. یعنی الوای یختی، الوای نیار. تموم شد رفت. والسلام. دیدی چی شد؟ الان من میگم واک را رفتن رو میبینم، پس بعدش قید میخوام. درایو رانندگی کردن رو میبینم، پس بعدش قید میخوام. لوک به نظر رسیدن، شما فعل به نظر رسیدن رو میبینی؟ آره یا نه؟ نه. پس بعدش صفت میخوای یا قید میخوای؟ بودو. برکالله. تمام شده رفت. پس یه جنبندی از هر چی که گفتیم تا اینجاشو بکنیم، یه تست بزنیم ببینیم چی میگه. خب یه دقیقه نگاه کن، یه دقیقه نگاه کن ببینم چیه. آقا من کلن یاد گرفتم صفت میاد اسم رو توصیف میکنه، صفت میاد اسم رو توصیف میکنه، اون که هیچ. تعریف صفت و قید، تعریف قید به من ربطی نداره، فقط من باید بدونم قید چجوری ساخته میشه. قید چجوری ساخته میشه؟ با الوای ساخته میشه. یعنی هر چی که بخواد قید بشه با الوای میاد، بجز چه کلمه‌ای؟ استثناء بود. بارکالله، دم شما گرم. به جز کلمه گود که استثناء بود چی میشد اگه میخواست قید بشه؟ بارکالله. تمام شد. بقیه همه هر چی صفت میخواد قید بشه چی میگیره؟
بارکالله 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 بارکالله. این از این. حالا در قسمت بعدی آقا به جای اینکه بیام یاد بگیرم کجا قید میاد کجا صفت میاد، من که میدونم سال دهمین رو اصلا یاد نگرفتی، یعنی اینجوری یاد نگرفتی، به جای اینکه اینو جدا حفظ کنم اینو جدا حفظ کنم اینو حفظ میکنم، دو جایی که صفت اومد اومد به سلامت، نیومد قید رو میزنم. صفت چند جا میاد؟ تایپ کن تایپ کن. صفت چند جا میاد؟ باریکالله باریکالله. صفت دو جا میاد. یک عین شمالیا کجا میاد؟ قبل از اسم. باریکالله. دو بعد از اسم سنتیشو بگو، سفره خونه ای رو بگو. بعد از بله عوامل پشت صحنه هم دارن میگن تبگل صفا رو. ببین اینجوریه، ما اصلا اینجوری درس میدیم. الان عباس آقا هم تو کوچه داره رد میشه یاد میگیره. خب تبگل صفا هم که دیگه نیازی نیست گفتن. بازم پالیزبان سخته، انقدر با ما سر کلاس من پر رو میشین که دیگه من هر چقدر متد بهتون میگم میگی راحت ترش هم بگو. خب ولش کن نار بریز دور، تبگل صفا رو هم ولش کن. عباس آقا شما که داری گوش میدی یاد بگیر چیکار کن. اگر فعلت فعالیت و حرکت بود و میدیدی بعدش قید بیار، اگر حس و حالت بود نمیدیدی بعدش صفت بیار. یه سوال، من الان اینو مزه میکنم میبینم یا نمیبینم؟ میبینمش، چون میبینمش بعدش چی میخوام؟ قید میخوام، یعنی گود یا ویل، مثلا ویل مزه خوبی میده، گود یا ویل مزه میده به من، چه من که کاری نمیکنم، پس میشه چی اون موقع؟ میشه چی؟ میشه گود. بذار یه دونه، بذار یه دقیقه صبر کنیم پاورپوینت رو یه دقیقه چیز ای بابا آره این پاورمونه. خب پاور رو یه دقیقه نگاه کنید، تنی این یکی تخته رو نگاه کنید لطفا. خب اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کنید دقیقه. چه شاخی میخواییم بشین الان؟ میخواییم جواب بدین اینجاها. آقا من دو تا مثال مسخره آوردم، این دو تا مثال مسخره رو میخواییم جواب بدم. میخوام برای بعد از واک یا کرفولی انتخاب کنی یا کرفولی، یعنی یا یک رو انتخاب کنی یا دو رو. برام تایپ کن. معنی کردی؟ نه تموم شد. واک جزء تبگل صفا نیست، چیزی که جزء تبگل صفا نیست قید میخواد. برو بعدی ببینم یک میخوای یا دو میخوای. خدای امکاناتو دارین ها، مقایسه کنیم با آنلاین های دیگه. اینو جدی دارم میگم بچا، من دیگه خودم سلطان آنلاینم، انقدر اینور اونور آنلاین درس میدم، ولی این استودیو واقعا حرف نداره. هیچی تعریف کردم رفت. یک یا دو؟ بارکلا. سیم جزء تبگل صفاست. اینها 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 سیم جزء تبگل صفاست، پس من بعد صفت میخوام، میشه هپی. بریم بعدی بریم بعدی. حالا اینجا رو نگاه کن، پاکش کنم تقلب نکنیم، میخوام یه دیگه درس بدم. چقدر دیگه وقت داریم خانم بنیان دانش عزیز، خانم دستیار عزیز؟ چقدر دیگه وقت داریم؟ یه رو. خب بذار ببینم توی این یه رو یه چیزی رو بگم که برسیم، توی این یه رو یه چیزی بگم که برسیم. خب بریم ببینیم چی رو میخوایم بگیم. سر رو بیار بالا، اگرم اون ایراد نداره بقیهش رو هفته دیگه میگیم، نگران نباشید. خب من این تخته رو پاک میکنم، میخوایم من بیام این ور اگه میخوایم یه اسکرینی از تخته بگیرین، من یکم البته منم باشم، چه ایراد داره گل به این خوشگلی این فقط وای میسه اینجا، یه اسکرین از تخته بگیرین برای خودتون. گرفتین؟ پاک کنم؟ البته که بهتون بنیان دانش جزوه میده ها، اصلا نگران نباشید. خب بریم بعدی. ببین هفته دیگه تازه این که هیچ، هفته دیگه اصلا دیگه کف و خون بالا میارین سر این کلاس، انقدر من پس براتون هیجان انگیز میشه. کلن سر کلاس های من کلن اینجوری بهتون بگم،
من مدلم اینجوریه. حالا میگم میرین سرچ میکنین ببینین. اول کلاس بهتون گفتم شاید براتون یه عجیب بود. ولی توی اینستا و اینا برید ببینیم کلا همه میگن دیگه، میگن که ما معروفیم به اینکه تست هامون رو خیلی سریع میزنیم، سخت ترین نمیدونم مباحث رو آسونش میکنیم، بهتون درس میدیم. یعنی اصلا جای نگرانی نداره. خب تخته نگاه کن. اوه چی شد اینجا؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ به چی داری میخندین؟ من نبودم. خب حس میزنم به چی داری میخندین. خب تخته نگاه کن. من میگم که آقا من فهمیدم صفت قبل از اسم میاد. ولی اینم باید بفهمم که اومدیم و صفت ها تعدادشون زیاد شد. مثلا تو میگی دختر خوشگل ایرانی. خب بله دختر خوشگل یه صفت تموم شد رفت. ولی دختر خوشگل ایرانی چه شب رومشگی اینا، اوه صفتش خیلی زیاد شد. چیکار باید بکنم؟ نگاه کنید بچه ها. نگاه کنید الان اینجا رو. صفحه رو نگاه کنید. میگم بچه ها ترتیب قرار گرفتن صفات. صفحه رو لطفا میارید برای بچه ها ببینم. آها مرسی. میگم بچه ها ترتیب قرار گرفتن صفات به این شکله که به چه شکلیه پالیزبان؟ ببین میگم این اگر اسم باشه، خب صفت ها میان قبل از اسم. حالا ما زبان انگلیسی از چپ به راست می نویسیم دیگه. پس بذار دورترین یعنی اولین چیزی که سر گزینه میاد ببینیم. اینجا رو نگاه کن. اولین صفت، صفت عدده بچه ها. مثلا 1, 2, 3, 4, 5. ولی جالبیش چیه؟ جالبیش چیه که ما دو جور عدد داریم. ما هم اعداد در زبان فارسی هم ترتیبی داریم، هم شمارشی داریم. اوه چی شد؟ ترتیبی یعنی مثل اولین، دومین، سومین، first، second، third. برای کنکورتون هم در همین حد باید یاد بگیرین. اولین، دومین، سومین، یعنی هم سه تا کلمه رو. یا اینکه شمارشی باشه دیگه، شمارشی رو دیگه بلدی. 1, 2, 3, 4, 5, 6. این هم از این. میگم پس عدد بهت داد. خب الان علی توضیح میدم آخری کلاس، نگران نباش. میگم عدد که بهت داد، خب تو باید بدونی عدد و اول باید بیاری. ولی اومدی ما هر دوتاشو بهت داد. مثل چی؟ میگم اولین دو دانشمندی که این واکسن رو کشف کردن. چی شد؟ اولین دو دانشمند. یعنی من دوتا عدد دارم، یعنی هم ترتیبی دارم هم شمارشی دارم. چی کار کنم؟ اینجا برات کاملشو می نویسم. اگر هر دوتاشو داشتی، اول ترتیبی، چه بد نوشتم، اول ترتیبی بعد شمارشی. یعنی اگر اومد به من اینجوری داد، اول ترتیبی بعد شمارشی. پس چی شد؟ ما میایم اینجا می نویسیم برای شما ترتیبی. یه دقیقه صبر کنید الان درست میشه. این خطکار ما تموم شد. این میشه ترتیبی، این یکی هم میشه شمارشی. تموم شد. پس اگر دو تا شده من داد، اول ترتیبی بعد شمارشی. یعنی اول first two یا اول two first؟ اول first بعد two. بریم بعد. پس این عدد رو من نوشتم. بچه‌ها ستون دوم کاری باش فعلا نداشته باشیم. بریم ستون سوم. ستون سوم راجع به اندازه صحبت میکنه. آقا اندازه که میگن یعنی سایز. شما میری لباس بخری، لارج، ایکس لارج، اسمال، اینا سایزه. بچه‌ها طول، عرض، ارتفاع همه اینا اندازه است. خب تا آدم قد بلند تال اندازه شه، آدم قد کوتاه شورت اندازه است، آدم چاق فت اندازه است، آدم ثین لاغر اندازه است، اینا همه اندازه است. پس یاد باشه وقتی میگم اندازه یعنی سایز. بعدی صفت سن بچه ها. سن مثل چی؟ مثل اینکه میگن طرف پیره، اولده، طرف یانگه، جوونه، این خونه نوسازه، نیوه. فهمیدی چی شد؟ یعنی قدمت یه چیزی. نه عدد بدی یا بگی 18 19 20، عدد نه، قدمت یه چیزی. بعدی صفت شکله. یه خبر خوب برات دارم.
صفت شکل فقط باید راوند رو براش یاد بگیری که معنی گرد میده. چرا خانم پاییز ما فقط برای راوند رو یاد بگیرم؟ کنکور تامینه. ما زرنگیم، حواسمون هم هست طراح چی میگه. آقا برای صفت شکل فقط گرد رو یاد بگیر. تموم شد رفت راوند. نگاش کن. نگاش کن. الان صفحه میاد براتون. بعدی چیه؟ بچه ها قرمز، آبی، صفت رنگ. مثلا من که حالا پرسپولیسیم، برام دیگه حالا قرمز، آبی، اینطوری. خب بریم بعدی رو نگاه کنیم. صفت بعدی صفت ملیته. ملیت ما چیه؟ ایرانی، فرانسوی، چه میدونم آلمانی، هر کی هر چیه. نگاه کن زیرش مثال نوشتم فرنچ. طرف ترکه، ترکیشه. یا مثلا طرف هندیه، ایندیانه. بریم ببینیم بقیه‌اش چیه. بعدی جنسه. میگم این مقنعه که پوشیدی جنسش چیه؟ میگم کاتن، نخ. دیدی میگم میخوام برم شلوار کتون بخرم؟ شلوار کتون همون کاتن یعنی نخه. یا سیلکه، مثلا میگه روسری هی لیز میخوره، چرا؟ ابریشمه. فهمیدی چی شد؟ حالا من یه سوال میپرسم، گوش بده. سوال من چیه؟ جدول رو نگاه کن، من میام بهت میگم خوشگل. خوشگل عدده؟ نه. خوشگل اندازه است؟ نه. جدول نگاه کن قشنگ. خوشگل اندازه است؟ نه. خوشگل سنه؟ نه. خوشگل شکله؟ نه، فقط آخه گفته راوند شکله. خوشگل رنگه؟ نه. خوشگل ملیته؟ نه. خوشگل جنسه؟ نه. بچه‌ها صفتی که هیچ جا نمیتونی بندازیتش بدون صفت کوالیتی یعنی کیفیت. صفتی که هیچ جا نمیتونی بندازیش بدون صفت کوالیتی یعنی چیه؟ کیفیته. الان من میگم خس کلاس باحال. باحال نه جنسه، نه ملیته، نه رنگه، نه جنسه، پس کیفیته. ای بابا اون یکی کلاسه چقدر خسته کننده است. خسته کننده نه جنسه، نه رنگه، نه شکله، هیچ کدام، پس کیفیته. فهمیدی چی شد؟ حالا بیا یه دقیقه اینجا رو نگاه کن. نگاه کن. من میگم بذار بنویسم که بهتر درک کنیم. فنجانه، چاییه، قدیمیه، خوشگله، قرمز، فرانسوی. چه خبر شد؟ یه عالمه برات نوشتم. آقا من میخوام اینا رو، مرتب کنم. از تو سوال میپرسم. به من بگو ببینم. الان بریم دونه دونه صفتاشو با هم دیگه هماهنگ کنیم. الان قرمز چه صفتیه بچه ها؟ بگید. رنگ. فرانسوی چه صفتیه؟ بگید. چه صفتیه؟ ملیت. ملیت. خوشگل. خوشگل جایی جاش میشه. خوشگل به من بگید ببینم چه صفتیه. منتظرم تایپ کنی ها. باید که الله حتی اینجا هم یاد گرفت. بله کیفیت میشه. قدیمی چه صفتیه؟ تایپ کن ببینم. بره که الله سنه. حالا یه سوال. مود فنجون و چای. فنجون چه صفتیه؟ صفت یعنی بتونی به یکی نسبتش بدی. شده به یکی بگی مثلا عجب آدم چایی هستی؟ میشه همچین چیزی؟ چاییو شما میتونی بگی صفت؟ نه، چایی اسمه. فنجونو میتونی بگی صفت؟ نه، اسمه. هر دوتاش اسمن. اه چه باحال شد. گوش بده. اگر دوتا اسم کنار هم اومدن، هر چی که تو فارسی میگی شما برعکسش کن بگو انگلیسی. نگاه کن، من توی فارسی نوشتم فنجان چای، ما میگیم فنجون چای دیگه. شما برش گردون بنویسش بگو چای فنجون. یعنی نگاه کن اینجا رو بنویس تی کاپ. من میگم راننده تاکسی، هم راننده اسم هم تاکسی. من میگم راننده تاکسی، تو برش گردون بگو، بگو تاکسی راننده. فهمیدی چی شد؟ یعنی میشه تاکسی درایور. یا اینکه من میام بهت میگم معلم زبان، تو باید برش گردونی بگی زبان معلم، میشه انگلیش تیچر. من میگم کارخونه ماشین سازی، تو برش میگردونی میگی ماشین سازی کارخونه. میبینی؟
بچه ها به این اسما که کنار هم میان، به اونی که جا به جا میشه میگن کاربرد. کاربرد. اینم که آخرش اسمه. خانم پایزمان کاربرد چیه؟ ولش کن. چیه چیه؟ دو تا اسم بغل هم میان، یکیشونو با هم، یعنی اینجوری هر چی که میشنوی بعد من میگم شنای استخر شنا، تو بعد بکنیدش چی؟ شنا استخر، بعد بگی سویمینگ پول. حالا اوه اوه کرکوپرمون ریخ، چیکار کنیم الان؟ فعلا من چجوری بیام اینو من یاد بگیرم و اینا؟ همکارای عزیز ما خیلی مدلای مختلف اینا رو بهتون یاد دادن، ما هم مدل خودمون یاد میدیم. اینا رو به هم دیگه میچسبونم، اولشو میشه عکاس. عکاس عینش عدده. چرا نازنین؟ کاپ آف تی میشه، ولی اگه آفشو برداری، اگه آو وسطو برداری، بعد بگی تی کاپ. فهمیدی چی شو؟ ولی اگه آف باشه اونجوری که تو میگی میتونه بشه. عکاس عدد، کیفیت، اندازه، سن، بعد شرم، شکل، رنگ، ملیت، بعدش جنس، بعدش هم کاربرد. شد عکاس شرم جک، میبینی؟ ولی به خاطر اینکه یه ذره خوشگل‌تر خونده بشه، ما این ره رو شبیه ده میخونیمش، بهش میگیم عکاس شدم جک. آقا ترتیب قرار گرفتن اینا در زبان انگلیسی، نه بذار همونجا باشه، میشه من اینجوری ببرم پشت سر، آفرین. ترتیب قرار گرفتن اینا در زبان انگلیسی میشه عکاس شدم جک. این عکاس شدم جک من به ترتیب تو ذهنه، عینش عدد، کش کیفیت، الفش سن، میبینی؟ شکل، رنگ، ملیت، جنس، کاربرده. ممکنه مدل مختلف شنیده بودین، شکار مجاز، نمیدونم کاسرمج، نمیدونم عباس پور مجید رو بگی، یه همچین چیزای زیاد شنیدین، ولی برای چارچوب کنکورم در همین حد کافیه. هیچ چیزی خارج از اینی که من اینجا نوشتم نیست، یعنی دیگه این بهترین و مرتب ترینش تو کنکور. این ترتیب قرار گرفتن صفته. فهمیدی چی شد؟ میگم که خب پس این شد مدل اینا. حالا من هر مدل تستی باشه با این باید بزنم. خب تا همینجاش نگه داریم. حالا ببین تا اینجاش معلم بهت درس داده بود. دیگه الان نمیرسم بقیه‌اش رو، دوباره کلاس دارم. بقیه‌اش رو هفته دیگه درس میدم که اونجاست که دیگه خیلی خفن تر میشه. اصلا دلیل این که این جدول، بیاین رو هم بزنم. به دلیل این که این جدول، دلیل این که این جدول رو باید یاد بگیریم، این عکاس شدم جکچی اصلا بهت یاد میدم، مثل تبگل صفا دوتا حرکت زدم گفتم فعالیت ببینی قید نبینی صفته، اینم هم همین کار میکنیم، تو دوتا حرکت بهت یاد میدیم که چجوری باید اینو تستاشو بزنیم. خب اول از همه یه چیزی علی از من پرسیده بود، ما که نیستیم کجا باید بیام؟ شما میگم چیزی فهمیدم علی؟ نفهمیدم خیلی دقیق چی گفتی. گفتش که کلاس ها، اولا که یه خبر بهتون بدم، فکر کنم تا اسفند ماه میریم رو فاز آنلاین. خب باز موثق نیست، میدونین که ممکنه هر ایشالله که هرچه زودتر واکسن این کرونا بیاد و ما دیگه راحت شیم و برگردیم به شرایط گذشته. البته که من خودم علاقه من شدم به آنلاین. یکی این که شما میتونین آفلاینش رو تا 10 بار ببینین. قدیما اگه غیبت می‌کردین نمیتونستی کلاس رو کلا از دست میدادین، ولی الان غیبت هم بکنین کلاس رو همیشه داری، تا کنکور می‌خوای 100 بار دوره کنی دوره می‌کنی، دیگه نیاز به همایش، نکته و تست اینا نخواهی داشت. همین فیلم معلمت رو میگی خب برم درس صفت‌ها رو نگاه کنم، برم درس معلومه‌چو رو نگاه کنم. این خیلی ویژگی‌های آنلاین ایناست. خب که خب بالاخره ما مدلمون این شکلیه. اگر حضوری شد خسته نباشید، حضوری می‌بینیمتون. اگر غیر حضوری شد که بازم غیر حضوری در خدمتتون هستیم. کلن به نظر من فاز و فضای حالا زمانی که میگیرین و اینجور چیزا خیلی خوبه. و اینکه فاطمه ازم پرسه استاد به ترتیب کتاب جلو میرین؟ فاطمه خیلی جالبه، حالا الان من 1 ساعت 45 دقیقه است دیدی، ولی باز جلسه بعد حالت بهتر میشه. ما تستا رو با هم جمع میکنیم. ببینید مثلا صفت ها که من دارم بهتون درس میدم، رایتینگ درس 2 و 3 دهمه و درس 3 11 دهمه. خب ما همه اینا رو یه جا میذاریم جلو شما، یعنی همه رو با هم درس میدیم تسته. من اعتقاد دارم ما آره موضوعی پیش میریم، ولی موضوعیتمون مثلا اینا رو که درس دادیم از 1 دهم شروع میکنیم. 1 دهم زمان هاست، همه زمان ها رو میبریم توی 1 دهم. این شکلی به ترتیب میریم جلو. سر کلاس های من کار خیلی آسون تره. میگم من همه اینا قدیما میمدیم 2 ساعت از خودمون حرف میزدیم و اینکه میگفتیم چی به چیه، کی به کیه، من کیم، بنیان دانش چیه، اینجا کجاست، اونا کیان. خب ولی دیگه الان شما هر کدوم رو برین سرچ بکنین، منو سرچ بکنین، بنیان دانش رو سرچ بکنین، همه اینا رو سرچ بکنین، هم سابقه کار ما رو میبینین، همین که اون چیزی که هستیم واقعیش رو به شما نشون میده. امیدوارم که هفته بعد ببینمتون. ما تو کلاس‌های حضوریمون عموما میگیم هر چقدر کلاس خوب بود با صدای دستتون ما خستگیمون در میره، ولی الان جور دیگه‌ای می‌خوایم صدای دست رو ببینیم. هر چقدر کلاس خوب بود
با صدای دستتون، جیغ و دست و هوراتون ما خستگیمون در میره. متشکرم. همین، در همین حد. ممنونم، الان دیگه خودم کشته بودم. متشکرم، مرسی، ممنون ممنون ممنون. ما با گروه بنیان دانش انشالله که در کنارتون هستیم و اینکه انشالله که روزهای خوبی رو با هم تجربه خواهیم کرد. من اگر سوالی به جلسه بعدی علی جان دوشنبه هفته دیگه است. بعد اگر هم که ثبت نام کنید، روتینش رو خانم دستیار میدونن، مدیر محترم بنیان دانش. من جای شما بودم میرفتم پیجشون رو تو اینستا فالو میکردم. بنیان دانش رو دارید که پیجشون رو زیر صفحه بذارین بچه‌ها داشته باشن؟ پیجشون رو فالو میکردم که مثلا به چه شکلی باشه که مثلا حالا دیگه خیالتون راحت باشه. بنیان دانش شد. یه اینا اینجا یه سی دارم که بنویسم. اینا پیدا کردم. فکر کردم که ممکنه اشتباه بنویسمش. bunyan.danish. این جانب کم که خدمتتون هستم، آیدین پالیزبان. اسپل اسم من یه ذره سخته. خب اینم از این. دیگه چی؟ حله؟ کلاس های ما تا اسفند ماه تموم میشه. اسفند به بعد ما دوره میکنیم سر کلاس هامون. یعنی هیچی رو تا عید همه چی تموم میشه کلن. و فالو شدم کلن دست شما در. من خودم فالو شده بدونم الان. بعد این که کلاس ما تا اسفند ماه تموم میشه و از اسفند به بعد فقط با هم دیگه دوره میکنیم. اصلا سر کلاس های من نمیدونم چرا، من همیشه جلسه اول بچه میگم مثلا نگران نباشید، اون حسا منتقل میشه. تو یکی رو ببینی میفهمی طرف این کار است یا نه، میتونی بهش اعتماد کنی یا نمیتونی بهش اعتماد کنی. امیدوارم که شرمندتون نشیم. خسته نباشید. خدا قوت. خسته نباشید.